داشتن معادن مایه امید افغانها برای آیندهشان است و بسیاری ها خوشبین بودند که با استخراج معادن پاروبار افغانستان خواهد توانست از نگاه اقتصادی به پا بیستد اما چرا دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که افغانستان هنوز ظرفیت استخراج معادن را ندارد و چرا هنوز هم از بابت فساد نگران است از سید اکرام افزلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میپرسیم که از کابل مهمان برنامه ما آقای افزلی سلام بر شما و خوش آمدین در اول اگر کمی وضاحت بتین که مشخصا چه خبری شما را نگران ساخته و نگرانی شما را برانگیخته آیا قراردادهایی در پشت پرده امضا شده از کدام چیز آگاهی یافتین سلام بر شما و تمام بینندگان مایه امو تشویش ما اصلا خبرهایی است که از رسانه های بیرونی شنیده میشه و یا هم در مورد سفرهایی که به ایالات متحده آمریکا از طرف وزیر مادن افغانستان و بعضی از افرادی که از آمریکا به افغانستان آمدن و اینجا به شکل بسیار مخفیانه بحثای را داشتن این مایه دشویش ما شده و فعلا گفته میشه که قراردادهای در حالت آماده شدن است و شاید هم که تا ماه می بعد از قراردادها امضا شود ما بارها از حکومت افغانستان خواستیم که در این مورد برای ما وضاحت بتن و بر ما بگوین که چی پلان روی دست دارن در چند ماه آینده و قراردادهایی که امضا میشه با چی شرایط امضا میشه و بالاخره حکومت افغانستان چگونه میتونه که ما را مطمئن بسازه تا این قراردادهایی که امضا میشه به نفع مردم افغانستان خواهد بود اما متاسفانه که از طرف حکومت افغانستان ما هیچ جواب مقنعی را تا امروز نگرفتیم و امروز ما مجبورا صدای خود را به مردم افغانستان رساندیم تا در این مورد حکومت افغانستان به مردم افغانستان اطمینان بده که تمام موارد شفافیت بله. را که خود حکومت افغانستان تعهد کرده ایرا عملی خواهد ساخت قبل از اینکه قرارداد را امضا میکنه آقای آیا تا به حال قراردادهای دیگه که امضا شدن با شرکت های خارجی در او شما کدام ایراد مشخص دارین که بعد ضرر افغانستان بوده باشه این قراردادها بله قراردادهای زیاد شده بدون از اینکه ظرفیت وزارت معدن در نظر گرفته شود بدون از اینکه وضعیت شفافیت و حسابدهی در نظر گرفته شود قراردادها امضا شده یکی از این قراردادها قرارداد مثل عینک است که ما در این قرارداد امروز به مواصلات آمیانه بند ماندیم و نمیتونه حکومت افغانستان که از این قرارداد بیرون بره و اگر بیرون بره باید که صدها میلیون دلار هزینه بپردازه و یک قرارداد بسیار خراب بدون از که شرایط در نظر گرفته شود بدون از که ما منافع افغانستان را در نظر بگیریم قرارداد بسته شده وضعیت امنیتی در نظر گرفته نشده و بالاخره امروز این قرارداد هم به جای خود مانده و استخراج هم در منطقه در ساحه جریان ندارد و در حقیقت ما دست پای خود را بسته کردیم در این قرارداد اگر قراردادهای دیگه هم به شرایط امضا میشه مثل که یه قرارداد بسیار کوچک رو حکومت افغانستان نتونسته تا مدیریت کنه مثل قرارداد نمک که امضا شد در ولایت هرات گفته میشه که قرارداد هم شاید در آینده نزدیک از طرف حکومت افغانستان منسوخ شود، چون مسائل جدی دیگر هم در است که رسوبات لیتی هم گفته میشه در قرارداد نمک هست در مدن نمک است و میتونه که برای حکومت افغانستان یک قرارداد بسیار پرزرار باشه آقای برای شاید که این قرارداد بعد از چند ماه منسوخ شوه و چنین وضعیتی که ما وقت رو برستیم قرارداد, یک قرارداد کوچک و وقت میانه حکومت نمیتونه که درست مدیریت کنه قرارداد بزرگ شما... هم مدیریت نخواهد کرد درست. شما وردن اصلاحات در سکتور معادن اصرار میوردین چه نوع اصلاحات در کدام مرحله آیا طرح خاصی برای پیشنهاد کردین دقیقاً ما طرح بسیار واضحی را برای حکومت افغانستان پیشنهاد کردیم شش نقطه بسیار مهم را ما پیشنهاد کردیم در قدم اول باید که یک نیروی انتظامی یک ظرفیت انتظامی بیرون از وزارت مادن مستقلانه باید ایجاد شود که بتانه نظارت درست و جدی را از تمام کارکردهای قراردادهای مادن و پروژه های مادن داشته باشه در قدم دوم نشر قرارداد هاست که باید الزامی شود و اگر قرارداد نشر نشود اصلا باید که انفاز نشود و قرارداد همچنان شفافیت در قسمت ارقام تولید و ارقام که پرداخت هاست باید بالاخره به میان بیاد شما ببینید فعلا وزارت مادن بر ما یک ارقام را میتن وزارت مالیه دیگر ارقام را در مورد آیدات سال گذشته بر ما ارائه میکنه وقتی ما با چین وضعیت روبرو باشیم و شفافیت در این کار وجود نداشته باشه و حتی حکومت نتونه که ارقام مادن بسیار کوچک را برای ما, را ما به شکل درست راه بکنه ما نمیتونیم به این وضعیت فعلی بریم به طرف قراردادهای بزرگ همچنان ما خواست ما است که افراد که مالکین زینف هستند نامای از باید افشا شود باید که نشر شود باید انزامی باشه بعضی از وزرا حتی گفته میشه که در قراردادها دست دارن بعضی از وکلا دست دارن سپاس در قراردادها هستیم از شما آقای بسیار باید باید نکات مهمی اشاره شما. کردین متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید از شما تشکر میکنیم که بسدی ما تشریف آوردین ممنون